خب آنیتا جان، هیچ وقت توجه کردی که هر چی زمان داره پیش میره و هر چی تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه و کشورها بیشتر پیشرفت میکنن و تمدن به اصطلاح بیشتر میشه، بیماری ها داره بیشتر میشه، بله. یعنی علم پزشکی تازه بیشتر هم فراتر میره، خیلی از همه نظر تجهیزات بالاتر میرن و غیره، ولی میبینی که هر چی داریم پیش میریم بیماری ها بیشتر میشن، یا بیماری هایی که وجود دارن مثلا من جمله سرطان ها و غیره نه تنها کم نمیشن بلکه بیشتر هم میشن. بله. چرا فکرشو کردی؟ چرا؟ من همیشه فکرشو میکنم، اتفاقا همیشه فکر میکنم. چرا مثلا دلیلش چی میتونه باشه؟ فکر میکنم ما اگه توی کشور فرست ورلد کانتری زندگی میکنیم چرا انقدر بیماری داریم؟ فکر میکنی چرا؟ یعنی واقعا فکر کردی یه موقعی که بشینی فکر کنی؟ من همیشه فکرشو میکنم، ولی من فکر میکنم که شما بعد این سوال جواب بدید. خب دلایل زیادی داره. دلایل زیادی، یه دو تا دلیلشو همین الان گفتیم، یعنی اون نیت خیلی مهمه، نیت کسانی که پشت صحنه نشستن و کنترل خیلی چیزا در دستشونه، مثل کمپانی های غذاسازی و کمپانی های داروسازی. درسته. خب ببین، من یکی از کوتیشن هایی که همیشه گفتم اینه که الان امروزه ما داریم تو جایی زندگی میکنیم یا تو دورانی داریم زندگی میکنیم که علم پزشکی زیاد اهمیتی به غذا نمیده. بله. و کمپانی های غذاسازی، درسته، اهمیتی به سلامتی ما نمیدن. درسته. خب و متاسفانه دولتی هم هستن که دولتی هم که وجود داره اهمیتی به هیچ کدوم از این دوتا نمیده، یعنی اینکه هر دوتا اینها رو داره ساپورت میکنه. بله. یعنی ما در یک منجلابی افتادیم که از اون طرف کمپانی های داروسازی، از اون طرف کمپانی های غذاسازی و از اون طرف هم ساپورت و حمایت گاورمنت و دولت باعث میشه که چی ما بیمار بشیم. یعنی ما، اگر فرمول کلی بخوای بدیم بهش، یه همچین چیزیه. حالا من فکر میکنم همش هم بالاخره میرسه به این که مردم میخوان پول در بیارن. دقیقاً. دقیقاً. و طریقه پول در بردنشون مریض شدن ما هستش. شدن ما. بله. یعنی کمپانی های غذاسازی اکثر غذاهایی که دارن درست میکنن، من جمله جی ام او، بله، و اکثر غذاهای دیگه و کمپانی های داروسازی تحت نفوذ این هستن که پول در بیارن. درسته. بله. و دلشون به حال سلامتی من و شما نسوخته. و من و شماییم که بعد برای سلامتی خودمون یک مسئولیت به عهده بگیریم و واقعا ببینیم که چه خبر و چی کار میتونیم بکنیم که سلامت تر باشیم. خب ما این حرفایی که شما برامون میزنیم و این درسایی که به ما میدیم واقعا تو زندگیمون انجام بدیم. امیدوارم. البته من که درسی نمیدم، منم دارم با شما یاد میگیرم، ولی خب شما به هر حال لطف داریم. شما همیشه حرفای خیلی نه دیگه تعریف نمیخواد.